محفلی که امروز برگزار شده بود به نظر من بسیار محفل خوب باشکو، یعنی ما تالت محفل نداشتیم، چرا هر سال یاد میشن ولی هر سال از سال گذشته کده بهتر و بهترتر میشن. تمام قسمت ها، سخنرانی ها، مقالات خواهرها، مقالات برادرها همهش خوب بودن. سخنرانی هایی که اساتید داشتن، واهنگ خواهر ما که خواندن امرای برادر، بسیار مجلس تازه کردن، زنده کردن. به هر حال کلگیش به یاد بابا خوانده شد و حال بابه ای که 15 سال از بابا این ما رفته، هر روز و هر روز در او ذکرش نامش تازه و تازه تر میشه برای از ما. ما آهنگی که خواهر ما خواندن امرای برادر، یعنی واقعا نه تنها مرا دیدم، مشاهده میکردیم که تقریبا خیلی از کسایی که در سالن شیشته بودن دیگه عشق شوق شادی یا برحال عشق و غم و هجرانی که از بابا داشتن در دلشان و در چشمشان دیدن میشد. یکی او و یکی که یکی از خاطراتی که آقای علیزاده داشتن که از غرب کابل قصه میکرد، من خودم همسر یکی از کسایی هستم که در غرب کابل زندگی خود گذرانده، ده افشار بودند و ده کسایی بودند که از جز به کسایی بودند که یار همراه با من مزاری بودند و واقعا مرا به یاد او روزها انداخت. و یکی در قسمتی از خاطراتشان ایشان گفتن آقای علیزاده که غافل از و حالا بعد از سالها حتی دختر استاد مزاری صاحب دو بسم زمین نیست و این واقعا مرا تا گریان مادر آورد که دو بسم زمین که سهله، حتی ایشان نان شب شاید نداشته باشن کسی. کیه که به این فکر بکنه وقتی زمانی که مادر استاد مزاری او زمانی که پیر با دستای پیر زجر دیده خود مشغول خیاطی بودن یا بافتنی میکردن، من خودم از نزدیک اونا رو دیده بودم، دیدم که لیف میدوختن، لیف میبافتن، کیسای عمام میبافتن، برام میبردن به فروش میفروختن و پیسش روان میکردن برای مردم غرب کابل، برای افشار، برای مردم مزار بامیان. و حتی زمانی که شنیدند که مقبره استاد مزاری خراب شده، با همون پیسای پسندازی که از کیسه و لیفی که داشتن او رو گرفتن روان کردن برای که مقبره استاد تعمیر کنن. این یعنی واقعا برای از من میگه که کسی که اینقدر خودش فدای مردم ما کرد، ما مثلا چقدر از این خانواده سر میزنیم، آیا خبر داریم که اونا چه رقم وضعیت اقتصادیشان چه رقم است؟ نیست. وقتی که مادر پیرشان در مقبره استاده با او پیسه کمی که از دوختن کیسه و لیف جمع کردن آباد میکنن، چرا ما یک کاری نکنیم برایشان؟ کسی که زندگی خود برای از ما فدا کردن. تشکر. بسیار جلسه خیلی خوب، عالی و بله عالی بود. بسیار بهره‌مند شدیم از کلمات و از مقاله ها و از سخنرانی ها و از کل چیز. و همچنین آهنگی که برادرم و خواهرم خواندن، اونا بسیار تاثیر گذاشتند و محتوای جلسه را عالیش کردند. یک چیز بسیار برجسته امروز چی بود در جلسه؟ یک نکته، یک مقاله، یک چیز بسیار برجسته که یا جالب بوده باشه برای شما؟ من البته مقاله مسمه جان نبودم، ولی امی مقاله ادبی که خواهر عزیز ما خان باقری خواندن بسیار تحت تاثیر گذاشت مرا. واقعا اون چیزایی بودن من خود من واقعا اون چیزی که میگفت که من نبودم پدر، ولی تو رو از سایت ها و چیزا نمیشناختم، تو رو واقعا از وجودیت خود خوشناختم که کی بودی و چی کار کردی و چی شد، و این مرا تحت تاثیر گذاشت. راستی یک سوال دیگه، گریه هم کردیم رو؟ بله یک کمک. خود کنترل کردن دیگه. پیامی از ما همین است که انشالله به امید روزی که خانوما بتانن در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی خود به او چیزی که هست نشان بتن، چون متاسفانه امروزا زنها بسیار در سطح پایینی از جامعه قرار دارن و بتانن به امید روزی که در فرداهای روزی که بتانن خودان خود در عرصه‌های بسیار بالاتر و بهتر نشان بتن. ما امید و آرزو رو داریم. به نظر ما بسیار عالی بود، بسیار سخنان مخصوصاً استادان بزرگ مثل آقای وایزی، آقای سایی و همچنین استادان دیگری، مقالاتی که مخصوصاً خواهران ما از جمله خواهر عزیز ما خانم مسمه جان
این مقاله بسیار جالب و پر محتوایی بود که واقعا اگر به محتوای از ما تک تک خود خواهران و برادران ما فکر کنن و بیاندیشن، واقعا این چیزی که ایشان در مقاله خود گنجانده بودن که زن مثلا او به افغانستان ما تا حالا متاسفانه به چشم یک موجود ناقص العقل یاد شده از او، یک تفکر بسیار اشتباهی است که متاسفانه جامعه افغانستان همیشه به سوی ای که مرد سالاری و حق زن پایمال بوده ایره کشیده، چون این یک تبلیغات بوده که از همو دوران کودکی مثلا همیشه در خانواده ها در بین دخترها و مثلا پسرها این همیشه گنجانده شده و حتی مردای ما که ما مثلا اگر واقعا فکر کنیم از دوران بچگی مثلا به این فکر و به این طرز فکر تربیت شدن که زن یعنی همیشه حقش مثلا پایین تر از مرد و یک موجود ناقص العقل. امین یک مختصر سوال، خودت معتقد هستی که زن ناقص العقله؟ نه خیر، من به هیچ عنوان معتقد نیستم، چون به قول خواهر عزیز ما خانم مسمه جان که در مقاله شون گنجانده بودن، چطور میتونه یک انسانی که خودش ناقص العقل باشه مردان بزرگی را تربیت کنه و مردان بزرگی، دانشمندان بزرگی یا رهبران بسیار عزیزی از جمله خب رهبر عزیزمون آقای شهید مزاری استاد جمله بره، مادرشون خب چند شهید در راه عدالت دادن که و واقعا یک زن بود که تانسته بود یک همچین پسرانی را تربیت کنه و در راه اسلام، در راه جامعه افغانستان، در برای قوم ما که واقعا نشان یک گلگون نمونه بود. خب ما خود ما میبینیم به اینک که خب ای از دامان یک زن اینا تربیت شده بودن، یک زن بود که اینا را خب یاد داده بود که واقعا عدالت چیست، برای قوم خود شما چطور باید خدمت کنید و شما نباید خیانت به بیت المال کنید. ای من مطمئن استم که یک مادر دانایی بوده، یک واقعا مادر هوشیار بوده که تربیت همچین فرزندانی در دامانشان شکل گرفته، که من خودم از جمله کسانی که مثلا بعد از شهادت استاد در قم با خانواده استاد من ارتباط نزدیک داشتم، همیشه ما با همسرشان آشنا بودم، خدا رحمت کند خانم مزاری رو که بسیار در قربت واقعا تنهایی بر اثر بیماری سرطان خب ایشان خب از دنیا رفت، منتها خب یک زن نمونه بودن که همسر آقای مزاری که ما همیشه در ارتباط بودیم، در مراسم های سالگردشان مثلا زینب جان دختر استاد مزاری که همیشه با اینا بودیم در ارتباط بودیم، ما بنیاد بابا مزاری رو در قم عالیم ارتباط داریم روی زینب. متاسفانه از وقتی که ما به نروژ اومدیم بر اثر مشغلات زیاد اینجا ما زیاد ارتباطی نداشتم، منتها خب ما با در قم که بودیم ما خود ما همه انجمن خواهر بنیاد بابا مزاری رو داشتیم که هدایت میکردیم و بعد از شهادت استاد ما رو تشکیل دادیم و اول قدم به همون منزل برادر خود ما بود علی عارفی که ایرا شروع کردیم از یک زیرزمین جای بسیار محدود کوچک، منتها به یاد بابا و این روح بابا بود که ما را بسیار همینطور پیش برد. ما اصلا خود ما باور نمیکردیم، اما خب با خواهران زیادی از گوشه کنار که استعدادهایی داشتن در زمینه‌های مقاله نویسی، خواهران شاعر ما کم کم با اینا آشنا شدیم، اینا اومدن و همکاری داشتیم که الان هم دوره‌های ما از جمله خواهر عزیز ما مثلا خانم عارفی که در فنلاند هستن و خانم شریف سعیدی که در سوئد هستن، بله اینا همه ما هم دوره بودیم، اینا یک زمانی در یک انجمن ما با هم همکاری داشتیم، خواهران بسیار اهل قلم و خواهر خودم کریمه عارفی که مکنون در قم هستن و ایشان مثلا مطالبشان گاهی وقتا انتشار پیدا میکنه در مجله ها و اینا، خواهر عزیزمون زاکره طاهری که از جمله مثلا خانواده اهل مثلا فامیل آقای مزاری بودن که هم دوره هم صنفی خود من بودن، و خانم عزیزه طاهری که الان هم در سوئد هستن، خواهر عزیزمون زاکره طاهری در کانادا هستن. متاسفانه شرایط بعد روزگار همه ما را پراکنده کرد، بنیاد با شهید مزاری هنوز متاسفانه به او شکلی که 7-8 سال پیش بود نه، متاسفانه به خاطر دلایلش همی است که اعضای این بنیاد پراکنده شد، مهاجر شدن. مثلا خب من از جمله خود من نروژ اومدم، خواهرمون زاکره طاهری در کانادا اقامت داره نکنون و خواهرشون عزیزه طاهری که پزشک هم است، دکتر هستن و ایشون در رشته دکتری خب مثلا پزشکی تحصیلات عالی داشتن در سوئد هستن، خانم کریمه عارفی که شاید
شایدم شما آشنایی داشته باشین با مطالب شنواریم. بعد راستی به حیث ببخشین که ما بخاطر کمی وقت کوشیم که مختصر کنیم، به حیث یک زنی تحصیل کرده هزاره چی پیامی برای خانما دارین، برای دختر جوانا؟ ما کوچیک همه هستم، کوچیک قوم ما هستم. ما پیام ما همیست به خواهرای ما که باید واقعا باید از گوشه کنار دنیا که به هر حال شرایط روزگار ما را از همدیگه دور انداختن ارتباطشون را قطع نکنن، باید با همدیگه ارتباط داشته باشن، یک زنجیره فرهنگی به وجود بیارن، با هم تماس داشته باشن و همکاری فرهنگی علمی در هر زمینه که اینا استعداد دارن واقعا باید دست به دست هم بدن و دور از تعصب های قومی که تو از کجا هستی، ما مثلا خب بیسودی هستم، تو جاغوری هستی، یا مثلا تو ما خودم شخصا واقعا یه دردی است که در سینه ما همیشه بوده و ما باید این را کنار بگذاریم، این چیزا رو در نسل‌های آینده ما بیاموزیم که ما همه یک برادر خواهر از یک وطن هستیم، از یک سرزمین هستیم. متاسفانه خب اینمی اتحاد و وحدت نبوده که ما اینقدر از هم پاشیده شدیم. استعدادهای بسیار شکوفایی که در گوشه گوشه دنیا همینطور مانده، منتها کسی نیست که اینا رو رهبری و هدایت کنه، اینا رو جمع کنن، اینا رو به عنوان یک انجمن، به عنوان یک زنجیره فرهنگی یا علمی و شاعری و مثلا چون ما خود ما آشنایی دارم باز خیلی از خواهرها که آنقدر اینا دست به قلم هستن، قلمشون، شعر و شاعریشون، استعدادهای بسیار بسیار سرشاری که متاسفانه اینا کسی نیست که اینا را هدایت کنه و خدا به ما توفیق بده. انشالله به ما و شما، شما و وجود خود شما که واقعا فعال هستین، سعی کنیم که همین خواهرها را جمع کنیم. البته فرق نمی کنه به نظر ما، برادرها و خواهرها باید هر کسی که در هر چیزی در توان داره به همون اندازه توان خود باید همکاری داشته باشن با هم و باید این یک زن، این فرقی هم نمی کنه که نروژ باشه یا فنلاند باشه، دانمارک باشه یا کانادا باشه، منطقه مهمی است که ما اگر وجود فیزیکی ما از هم دیگر دور بود، قلب‌های ما به هم نزدیک باشد، تفکرات و افکار ما به هم نزدیک باشد. انشالله که من امیدوار هستم که یک روزی همین مسئله تحقق پیدا کنه و من خود من شخصا به عنوان یک کوچیک شما، یک خواهر کوچیک شما، واقعا یارزو رو دارم.